بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله که اوقات خوش داشته باشین و برنامه بعدی و لکچر بعدی ما Prosthetic Options for Implants خوش آمدید. امروز ما راجع به گزینه های انتخابی یا گزینه هایی که به خاطر اعاده پروتز امپلانت مورد استفاده قرار میگیره، مورد بس قرار میدیم، کدام گزینه ها را ما داریم که میتونیم یک رستوریشن امپلانت داشته باشیم یا زمانی که یک امپلانت میکنیم، کدام گزینه ها به خاطر اعاده پروتز امپلانت موجود است. انشاءالله همیشه مورد بس از نظرهای از زاویه های متفاوت مورد بس قرار میدیم، نواقصش، فوایدش همیشه انشاءالله در این لکچر قابل بس میگیریم. خب هر قبل از اینکه راجع به هر پروتز بس کنیم، عموما این موضوعات را باید مکمل در شروع هر کس ما باید در نظر بگیریم. تمام پروتز های دندانی که ساخته میشه همش در اثر پیشرفت تکنولوژی متاثر شده. در سابق پروتز های خیلی ساده ساخته میشد، زمانی که تکنولوژی پیشرفت کرد طبعا پروتز های دندانی هم از این پیشرفت متاثر شدند، یعنی طوری نماندند که متاثر نشند. خب و زمانی که تکنولوژی پیشرفت کرد، گزینه های مختلف، تغییرات متفاوتی آمدند که باید اونا را ما در نظر بگیریم. خب این پیشرفت تکنولوژی در عرصه کاری ما هم رول عمده ای را دارد. زمانی که ما یک امپلنت را قرض میکنیم، باید نظر به مو امکانات خود، نظر به مو تکنولوژی که در کشور، در کار، در ساحه کاری ما موجود است، نظر به او ما یک تصمیم را بگیریم که کدام کاری را انجام بدیم. طور ما متاسفانه زمانی که در افغانستان بودیم، بعضی کارهایی را میکردیم، میفهمیدیم که اگر ما این کار را کنیم این خوبتر میم. خوب در اثر مشکلاتی که در اثر پرابلم هایی که ما داشتیم در افغانستان، بعضی ارمان ها و بعضی اهداف های ما پوره نمیشد که انشالله در آینده بتانیم بعضی از او کارهایی را که نمیتانیم در افغانستان خود ما انشالله انجام داده بتانیم. گذشته از این، بعدا باید از نظر وظیفه برای مریض چیزی را که ما پیشنهاد میکنیم درست یک وظیفه، یعنی در رول جوینده را به شکل درست، وظیفه جویندگی را به شکل درستش انجام داده بتانه. برای مریض از نظر زیبایی قابل قبول باشه و پروتزی را که ما برای مریض میتیم. و توقع مریض بسیار رول عمده ای را داره که ما برای مریض زمانی که یک امپلانت قرض میکنیم، اون مریض کدام توقع را از ما میداشته باشه، خصوصا در ساحات قدامی، دندان های قدامی که از دست رفته باشه. برای مریض از نظر زیبایی بسیار مهم است و توقع مریض بسیار میره که از نظر زیبایی بسیار عالی باشه. باید این چیزها را در نظر بگیریم که ما برای مریض کدام گزینه را پیشنهاد میکنیم. در ساحات که امپلانت قرض کردیم، امپلانت عمیق تر قرض کردیم، امپلانت سب کریستال قرض کردیم، امپلانت کریستالی قرض کردیم، سوپرا کریستالی قرض شده، مثلا امپلانت های که هست قبلا بالاش بس کردیم، تشو لیول است، تمامش باید ارزیابی کنیم، لیول سافت تشو را ارزیابی کنیم، بعدا باز یک گزینه مناسب را برش داشته باشیم. فورس فاکتور بسیار رول عمده را داره. بعضی پروتزهایی را که میسازیم میتونه قابل شکنن باشه، بشکنه، که رول عمده ای را داره که باید ما پروتز را برای مریض بسازیم که در قوه که وارد میشه بالایشو در لانگ ترم نشکنه، یا این چیزها را در نظر داشته باشیم. بعدا باز گزینه هایی را که ما به مورد بس قرار میگیریم تمامش باید از این موضوعات بگذاریم، بعدا باز یک گزینه مناسب را برش انتخاب کرده بتانیم. گپ مهمش اقتصادی باشه، از نظر ارزشش ما برای مریض یک چیزی را پیشنهاد کنیم. نه میشه که ما با یک پول کمتره که از مریض میگیریم برش یک چیزی را بسازیم که خیلی مصرف داشته باشه، و این همچنان نمیشه که ما از نظر مصرف برای خود یک بهانه را جور کنیم، میگیم این مریض برای ما پیسه کمتر میده، ما برش یک چیز خراب را جور میکنیم. فعلا متاسفانه ما تا
در افغانستان تمام ایمپلانت های کسای ایمپلانت را که میگیرن بعضی دکتر صاحبا میگه از مریض پول کمتر را میگیره میتل پورسلین برش برای زیادترشون پیشنهاد میکنه که متاسفانه ای ساختنشان بعضی لابراتوار مشکل ساز است همراهش و بعضی مشکلات های خودم داره که ما باید نظر به امکانات و پولی که از مریض میگیریم باید یک چیزی را حداقل چیزی را برش بسازیم که داینده مشکل ساز نباشه، یعنی کاستش زیادتر فعلا سرامیکس کراونز ها بیشتر پیشنهاد میشه و مثلا اگر از نظر قیمت بگیم سکرو ریتین قیمت تر است نسبت به سمنت ریتین. خب اگر ما مثلا یک چیزی را میسازم چیز ابتدایی باید وام داشت استانداردش پوره کرده باشه بعدا باز ما بسازیم و این اکسکیوز نمیتونه شوه که بگویم که یه چیز ارزان تر بود مریض پول کمتر را داد اما یه چیز را ساختیم، بعد اون معیارش داشته باشه بعدا باز از نظر قیمت چیزی را ما پایین نبیاریم که خدای نخواسته برای مریض یک چیز کم ارزان را جور کنیم و نواقص داشته باشه. و عموما هر پروتزی را که ما میسازیم باید لانگ ترم شده نظر داشته باشیم به خاطر از اینه که ما بالای دو سه چهار امپلانت را کنیم یک پروتز را بسازیم که او از نظر لانگ ترم هم در پروتز مشکل میتونه به وجود بیاره و هم میتونه مشکل در امپلانت ها شوه باعث بون لاس شوه و یک امپلانت ما در لانگ ترم فیل شوه که در آینده باز برای ما مشکل میشه، هم مریض به اذیت میشه هم پروسه کاری ما دچار مشکلات میشه و اعتمادی که مریض بالای ما داره او از بین میره. خب عموما ما گزینه های ایمپلنت را که پروستاتیک آپشن که برای ایمپلنت داریم در دو کاتگوری تقسیم میکنیم، یکی در بخش پارشل است یعنی دندان های پارشلی از دست رفته یعنی یک یا دو سه چهار دندانش از بین رفته، یکی به این گزینه های انتخابی داریم و یکی کامپلیت است که مکمل دندان ها از دست رفته که در او حالت باز گزینه های مختلف به عرض معذرتی نوشتن ما در به این شکل درست تاب نمیه. خب عموما به شکل پارشیال است و به شکل کامپلیت ما چی میکنیم آپشن های پروتز برای مریضا پیشنهاد میکنیم که این آپشن ها کدام بوده میتونه. عموما پارشیال اندوتلس پیشنت یعنی مریضایی که به شکل نیمه دندان های خود از دست دادن او کدامش بوده میتونه، کدام گزینه ها داشته میتونیم بر از او سمنتد کراونز یا بریج بسازیم، یعنی بریج یا یک کراون میتونیم برش بسازیم یا میتونیم یک بریجی که به شکل سمنتد باشه و یا میتونیم سکرو ریتینت کراونز یا بریج بسازیم که یا توسط سکرو تایت میشه و یا توسط یک کراون می باشه یا دو یا بریج می باشه و یا از هر دو استفاده شده می باشه، هم سکرو ریتین می باشه هم سمنت ریتین می باشه. خب اول موضوع اول با ما بالای سمنت ریتین کراونز یا بریج می باشه، یعنی او بریج و یا او کراونه که توسط چی وصل میشه؟ توسط سمنت، مثلا سمنت در کراون گذاشته میشه و بالای ابتمنت نصب میشه. خب دایی به چی شکل میشه؟ ای فایدهش چی است؟ نقصش چی است؟ سمنت ریتینت کراونز یعنی فایدهش از نظر فایده کارش ساده است برای لابراتوار، یعنی به شکل ساده ساخته میشه و بالای مریض بالای کراونی که در دهن مریض است بالای از اون نصب میشه. فایده فقط کارش سادهش است، یعنی از نظر اویلیبیلیتی زیادتر لابراتوار میتونه ای را بسازه، تنها فایدهشی است. مگر نواقصش چی بوده میتونه؟ نواقصش از این است که در بیشترین حالات یعنی 99% ما اگر بگوییم 99% در این قسمت ها ممکن چی بگذاره باقی بانه، همی سمنت هایی را که ما استفاده میکنیم از این خارج شود در این قسمت ها باقی بانه، اگر پاک درست نشه ممکن باعث پری امپلانتایتیس در این قسمت ها شد. در بیشتر حالات این حالات ممکن به وجود بیاید
یعنی میمانه یک اندازه 100% باقی میمانه. ایتو نیست که ای باقی نمانه دیجا. یعنی مشکل سیمنت ریتینت کراون ای است که در این قسمت ها ممکن بقایایی که باقی میمانه از سیمنت مکمل پاک نشه. در قسمت های اگر در این قسمت ها باقی نمانه بین همی جنکشنه که ساخته میشه بین کراون و ابتمنت در این قسمت باقی میمانه. یعنی در اینجا زیادتر وقتا باز از این میگذره میگه سکرو ریتین با سمنت ریتین به چی شکل ساخته میشه. ایمپلانت ها غرض کردین ابتمنت ها میسل ابتمنت ها بالای در ایمپلانت مریض نصب میکنین سکرو میکنین در قسمت مثلا ساحه که خالی میمانه با گوتافرشا مثلا با تپلون قسمت ها بسته میکنین بعدش بالایش کراون ها میگذارین به این شکل. و تصویر در آینه گرفته شده بودی تصویر به شکل ای چی شد؟ نوی از سمنت ریتینت کراون شد. ای قسمت شما چی کردین؟ ابتمنت جدا کراون جدا در دهن مریض نصب میشه. گزینه دومش که از سکرو ریتینت کراون است. سکرو ریتینت کراون کدام نوی از کراون است؟ او به چی شکل است؟ سکرو ریتینت کراون ها سکرو ریتین از سمنت خوب فهمیدین یعنی کانونشنال در تمام تداوی ها تمام لابراتوار ها به شکل عادی ای را می سازه سمنت ریتینت کراون آرکستک یا بریجش می باشه. فایدهش چی بود؟ از نظر اقتصادی ممکن نسبت به سکرو ریتین ارزان باشه، از نظر ساخت ساده تر است نسبت به کراون های سکرو ریتین. مگم مشکلش چی است؟ ممکن باعث بونلاس شود، بونلاس در آینده شود، ممکن بعضی از باقی مانده های سمنت و قسمت باقی بانه باعث التهاب در قسمت شود. مگم سکرو ریتین نسبت به سمنت ریتینت بهتر تر است، بونلاس از جلوگیری میکنه. مشکلش در چی است؟ مشکلش در این میتونه باشه که در بعضی اوقات اگر درست تایت نشه همی سکروش لوس شود یا کمی سست شود. مشکلش اسکرو ریتین ای است و بیشتر در لابراتوار متاسفانه در افغانستان نمیتونه ای را بسازه. نظر به کمبود بعض از لوازم ایمپلانت هایی که متاسفانه دکترها یا کمپانی هایی که ایمپلانت ها را وارد میکنه کامپوننت هایی که ضرورت است به خاطر ساخت پروتز هایی که سکرو ریتین باشن نمیداشته باشه یا از نظر اقتصادی نمیاره که برای مریض قیمتر تمام میشه، از او خاطر این چیزها را وارد نمیکنه و به خاطر از اینکه پول کمتر مصرف شوه و میخواد که به شکل سمنت ریتینت بسازه و او مشکلات را برای به وجود میاره. خب در این قسمت ما نمیتونیم تنها لابراتوار را ملامت بسازیم که یا نمیتونه این را بسازه. در این همو شرکتی که ایمپلانت ها را وارد میکنه وام متاسفانه همو اجزای ضروری که باید باشه امرایش او را نمیاره. ابتمنت هایی که یو اس ال اس مثلا در سای قبلی خانم پلاستیک ابتمنت هایی بودن که او ضرورت میشه به خاطر ساختن سکرو ریتین کراونز ها که نمیتونه لابراتوار هم او را بسازه که لابراتوار هایی که توانایش ساختش داره نمیتونه بسازه و بهترین گزینه به خاطر ایمپلانت های ایمپلانت سکرو ریتین کراون هاست که باید او را داشته باشیم تا ایمپلانت های سکرو ریتین را بسازه. سکرو ریتین عموماً ابتمنت با کراون یک جا وصل شده میاید به این شکل مکمل میاری در دهن مریض میگذاری و تایتش میکنی خلاص ساحه که خالی ما باقی مانده مثلا به این شکل ای را در این تصویر دیگه ببینیم این قسمت با یک کامپوزیت میگذاری قسمت را بسته میکنی خلاص تپلون را میگذاری بعدا باز بسته میکنی به این شکل با کراون با ابتمنت وصل شده میده فقط با یک پیچی تایید میشه و ساخت از این چیست؟ باید با لابراتوار وسایل ضروریش داشته باشه تا به این شکل یک کراون را بر شما بسازه و بخش بعدیش سکرو سمنتد کراونز که بهترین نوعی از کراون هاست به خاطر پروتز های دندانی ایمپلانت که ای باز چی وظیفه داره؟ این یک فریم یا یک ابتمنت کستومایز شده را می سازه به این شکل یعنی در ابتمنت های ستاک ابتمنت های یا ابتمنت هایی که ستندرد ابتمنت برش میگه که او از قبل در
چی موجود می باشد امرای بر امپلانت که شما می خرین امرای زو موجود می باشد او را استفاده نمی کنه. ایس اول او ابتمنت که در سر امپلانت نصب میشه بالایش یک ابتمنت دیگه را می سازد لابراتوار. او ابتمنت را می سازد او را بالای از او نصب میکنه سکرو میکنه سکرو میشه. بعضی وقتا بالای ابتمنت نصب میشه همی ابتمنت که ساخته شده در لابراتوار، یا بعضی اوقات همی ابتمنت هم میاره راستان سر امپلانت وصل میسازد. وقتی که بالای از این نصب شد بعدن بالایشی کراون میایه بالای از این نصب میشه. این چی فایده داره؟ باز در سلاید های بعدی براتون نشان میدیم. چون این مارجن هایی که است استندرد ابتمنت ها در بیشتر حالاتی ای در حالاتی که سمنت ریتنت رستوریشن ما می داشته باشیم ای را برش استفاده میکنه، و خاطر چی در سکرو ریتن ای را زیاد استفاده نمیکنه، در زیادترش سمنت ریتنت کراونز ها از ای استفاده میکنه. یعنی نامش هم از همون خاطر سکرو سمنت ریتنت است. یعنی اول ای ابتمنت را نصب میکنه بالایش باز کراون را نصب میکنه، چون از خاطر بونلاس ای را استفاده میکنه، یعنی که بونلاس واقع نشه و باقی مانده سمنت در این قسمت باقی نمانه. خب ایره ما میگیم بعضی دکتر صاحب ممکن بالای ما یک سوال را داشته باشه که وقتی که میگن که سمنت ما درست پاک میکنیم در اینجا سمنت باقی نمیمانه، خب ببینید بعدن باز ما سرش بس میکنیم که میتونه خود دکتر صاحب امتحان کنه که آیا زمانی که ما یک سمنت ریتینت رستوریشن میداشته باشیم آیا در اینجا سمنت باقی میمانه یا نمیمانه که او را بالایش بس میکنیم. خب مثلا در این تصویر ببینین این نمونه از کراونایش بود، این از بریجش از کیس خود ما بود. متاسفانه در افغانستان تا زمانی که ما بودیم در افغانستان کیس هایی که بس شکل سکرو ریتن ما بسازیم برای چندین لابراتوار گفتیم نظر به امکاناتی که داشتیم نمیتونستیم سکرو ریتن رو بسازیم. مثلا ابتمنت ها آماده شده در دهن مریض نصب شد، بعدن بالایش بوش نصب میشه، ای از نوع سمنت ریتینید است. مثلا ببینید دیجا ما یک کیس را کیس تدی را ما می داشته باشیم. ببینید این کیس از ای یک کراون امپلانتی جا نصب شده، یک کراون سمنت ریتینید بالای از این ساخته شده. خب ای سمنت ریتینید که نصب شده یک مشکل به وجود آمده، سویلنگ در قسمت است، یعنی هم خونریزی داره، یک التهاب موجود است، برای مریض اذیت کننده است. خب چی کار باید کنیم؟ اول باید ما قبل از اینکه این ساحه را ببینیم یک پروب میکنیم در اینجا خونریزی موجود است، برای مریض اذیت کننده است، یک اکسریش هم میگیریم. این از باعث چی بوده؟ خب زمانی که اکسری گرفته شد یک ابارتمنت مریض نصب شده، یک ابت عمومانی ممکن در این قسمت و زمانی که دکتر این کراون نصب کرده اکس ری نگرفته، از پیشش چی باقی مانده؟ ای جن سمنت باقی مانده، درست پاک نشده، در اینجا باقی مانده از سمنت در اینجا باقی مانده و این باعث چی شده؟ باعث التهاب در این قسمت شده. سمنت ریتینیت رستوریشن است، امپلانت فرض شده، کراون بالاش ساخته شده، در اینجا باقی مانده است پیشش چی؟ سمنت، و این باعث به وجود آمدن التهاب در قسمت ها شده. خب این را که ما جلوگیری کرده باشیم، خب گفتم که گزینش باید چی باشه؟ سکرو ریتین رستوریشن باشه، یعنی رستوریشنی که توسط پیچی وصل میشه با فکسچر. خب این را دور ساخته، کراون دور شد، کراون که ما دور کردیم در این قسمت چی را شما میبینین؟ عموما این فکسچر است، در این قسمت باقی مانده چی را میبینین؟ که این در تصویر معلوم نمیشد به ما، باقی مانده سمنت که ما کراون بالای ابتمنت نصب کردیم در قسمت های مارجن امو ابتمنت. خب این را که دور کردیم این باید چی شود؟ مکمل باید پاک شود. این مکمل که پاک شود، شما ببینید در تصویر در کراونش هم در اینجا موجود است که در اکسری نامده بود، متاسفانه خیال نمیده چینی فلز است، این مانع از این میشه، این را در این نشان نمیده در اکسری. خب این را مکمل پاک شد، این ساحه
دوباره پسی را نصب کردیم. خب اینجا تخنیک هایی هست که ما تخنیک هایی را برش استفاده کنیم تا یک اندازه چی را جلوگیری کرده باشیم از بقای باقی مانده سمنت در قسمت جلوگیری کرده باشیم. کورا بر انشالله ذکر میکنیم که به چی شکل او را ما جلوگیری کرده میتونیم. خب عموما ما زمانی که کار را یک کار را انجام میتیم کوشش ما شود که امو بهترینش انجام بدیم. خب اگر ما بهترین انجام دادن نمیتونیم تا حد امکان کوشش کنیم که به امو بهترین شدن نزدیک شویم تا یک کار استاندارد را انجام بدیم. خب عموما زمانی که ابتمنت هایی که در امپلانت استفاده میشه عموما سه کتگوری ابتمنت است. این ابتمنت ها کدام کدام حالات را میتونه داشته باشه؟ یک حالت را میتونه داشته باشه که این ابتمنت مارجنش یعنی مارجن ابتمنت دیپ سب جنجیوال باشه. دیپ سب جنجیوال. دیپ سب جنجیوال به معنای چی؟ یعنی در قسمت عمق یعنی از جنجیوا پایین تر قرار داشته باشه می مارجنش. دیپ سب جنجیوال باشه. یک. گزینه دومش ممکن در قسمت های مارجن یعنی در قسمت های سب این دیپ سب جنجیوال است یعنی یک کم عمیق تر باشه. زیاد عمیق نباشه. یعنی سب جنجیوال باشه. زیادتر ایمپلنت هایی که ما استفاده میکنیم از هر برندی که است مارجن هایش سب جنجیوال است. بعضی هایشان دیپ سب جنجیوال است. بعضی هایشان سب جنجیوال خواست یعنی زیاد عمیق نیستن. و بعضی ابتمنت هایی که است یعنی که او ساخته میشه زیادترش یا از نو چی می باشه زرکونیم می باشه که او باز سب جنجیوال نیستن دیپ سب جنجیوال هم نیستن و مارجنایش چی هست؟ جنجیوالی قرار داره. مثلا نظیر ببینید یک قسمت ها هست. خب در اینجا ای چی فایده برای ما می رسانه؟ زمانی که ما یک پروتز را می سازیم این تنها هدف ما در سمنت روتینه است که ما با این مشکلات برمی خوریم. اگر ما یک رستوریشن چی داشته باشیم مثلا رستوریشن سمنت سکرو ریتینت داشته باشیم دو فرق نمیکنه که چی ما جنجیوالی هست سب جنجیوالی دیپ جیپ ببخشن یعنی ابتمنت ما سب جنجیوال است یا دیپ سب جنجیوال است یعنی مارجنش در انساج نرم مکمل زیاد عمیق رفته یعنی انساج ما بسیار زیاد است یا کمتر است یعنی یک اندازش در سب جنجیوال است. یعنی اینیا را ما باید داشته بفهمیم که به چه شکل ما انساج داریم و ابتمنت ما کدام شکل است. اگر سکرو روتین استفاده میکنیم فرقی نمیکنه باز دو انساج ارتفاعش دو باز زیاد های اهمیت نیست که از نظر که بونلاس واقع بشه. خوب اگر ما سمنت روتین ادامه میکنیم اگر ما از این دو نوع ابتمنت استفاده کنیم 100% انساج 100% با باقی میمانه دو قسمت سمنت. پس پیشنهاد میشه در بیشتر حالات که ما باید جنجیوال مارجن ابتمنت داشته باشیم که از چی جلوگیری کنه که ایجا باقی نمانه سمنت را که ما استفاده میکنیم که داینده باعث چی میشه؟ بونلاس میشه. خب ای را ما چه قسم میتونیم بعضی دکتر صاحبا استفاده میکنه بعضی تخنیک هایی را که میگه ما چی میکنیم از موجودیت سمنت در ساحه که ما کراون نصب کردیم جلوگیری میکنیم. ما کدام تخنیک هایی را استفاده میکنه؟ بعضی هایشان رابردم استفاده میکنه مثلا اینجا کراون آماده شده ما پشت پروسه های بعدیش پیش از این که موجود صوره در لکچرهای قبلی تشریح کردیم که حالش بس نمیکنیم. خب امپلانت غرض شد ابتمنت بالایش اینجا نصب کرد ابتمنت را که نصب کرد این قسمت با تپلون بسته کرد دیجا یک رابردم را به می اندازه قطع میکنیم مثلا به این اندازه قطع شد این را بالای از این میگذار بالای از این که گذاشت بعدا بالایش کراون را میاره مثلا کراون ای سمنت ریتینر است کراون را میاره در کراون داخلش سمنت را میگذاره لیوتینگ متریال را میگذاره بعدن بالاش ایره چی میکنه؟ کراون را نصب میکنه. این قسمت که باقی میمانه بازی را با کامپوزیت بار میکنه. خب ایره ما نصب کردیم. وقتی که این نصب شد باز بعدن ایره
کش میکنه، جدا میکنه از این قسمت، بی دور میشه. خب آیا ای که دور شد، آیا باعث از چی ما جلوگیری کردیم؟ از سمنت باقی مانده ایچه باقی نمیمانه؟ خب شما یک ترای کنین، کسایی که با این موافق هستن که ما جلوگیری میکنه. خب وقتی که ای را چی کردن؟ دور کردن، در بیشتر حالات ممکن حتی همی را بردم در قسمت باقی بانه. خب ببینین به این مقدار ایجا چی شد؟ سمنت باقی میمونه. اگر بگویم که این مشکل نمیده، چرا مشکل نمیده؟ در قسمت یک ساحه درشت به وجود آمد. این ساحه درشت که به وجود آمد طبعا باعث تشکل مایکرو ارگانیزم ها در اینجا میشه، بسیار خوب نفوذ میکنه، در اینجا گیرش پیدا میکنه. این که گیرش پیدا کرد، این با این قسمت در تماس است و این ساحت باعث تخریشش میشه، تخریش این ساحه میشه و در با مرور زمان آیست آیست این ساحه چی میشه؟ ممکن باعث بونلاس شوه و ای ساحه التهابی شد. خب بهترین راه چی است؟ زمانی که به این شکل کسا شما بر میخورین، سمنت روتین ادامه کنین، اول کوشش شوه که از ستندرد ابرمنت ها استفاده نشده سمنت روتین اد. و اگه استفاده میشه، کوشش نهایی شوه که ای ساحه بسیار دقیق پاک شوه و ای ساحه که مکمل پاک شد، سمنت باقی نماند که در آینده ممکن باعث التهاب شوه. بعدن باز خوب تا که مطمئن کردین مریض از شما رو سقط کنین. در بعض حالت ها چی میکنه؟ در قسمت هایی که مثلا ما براتون در اینجا نشان بودم، زمانی که جرا نصب کرد ای ابرمنت با این نصب شد، او در حالت میشه که شما ابرمنت امپلانتتان به شکل موازی مستقیم قرض کرده باشین. و در کسایی که مثلا این تکنیکی را که براتون میگم، در کسایی که دو سه یونت باشه مشکل با مشکل برمیخورین، در یک یونت در بیشتر حالات نارمال است، مشکل برای شما نمیده، ساده کار میشه. مثلا شما ایره نصب کردین در ایجا، وقتی که شما نصب کردین این مواد را پیش از این نگذارین، خب به یک امتحانی کار را کرده برای شما نشان داده شده. خب شما وقتی که ایره نصب کردین، ایره دوباره شما چی کنین؟ باز کنین. مثلا در این تصویر در این کیسی که شده، ایره که باز کنین، این ساحه را خوب دوباره شما چی کنین؟ پالش کنین. دوباره که پالش شد، این قسمت ها چیزی که باقی مانده ایره مکمل شما دور کنین، پاک سترک شد، بعد دوباره شما ایره وصل کنین که میشه که از بقایای سمنت در اینجا باقی نمانه. خب در بیشتر حالات باقی میمانه که اگر شما بیخی پاک هم کنین، در این قسمت ها باز دوباره نفوذ میکنه. خب شما خب یک تکنیک دیگه است، به خاطر از اینکه ما باقی مانده سمنت را چه قسم جلوگیری کنیم، شما به شکل ساده میتونین که مثلا در قسمت شما چی را بگذارین؟ ریتراکشن کورد بگذارین. ریتراکشن کورد که گذاشتین، اما کراونی که بر شما آمده توسط از او با تیپلون و لایت بادی شما قسمت داخلش کپی بگیرین. وقتی کپی گرفتین، دوباره دو باز شما سمنت بگذارین. سمنتی را که گذاشتین، پس همو کپی را که شما گرفتین او را داخل از بگذارین، پس کش بکشین او را دور کنین. وقتی که دور کردین، دو جا یک مقدار چی باقی میمانه سمنت، اما سمنتی را که باقی میمانه شما را اپارتمنت نصب کردین بالای فکسچر، دوباره او را بگذارین و بگذارین یک چند دقیقه که مو سیتینگ تایم میشه و که او در او ساحه مکمل نصب میشه، گیرش پیدا میکنه. خب در اینجا بر شما نشان داده شده که به او شکل هم کار کنین. بعضی وقتا ممکن بعض سمنت باقی بانه که میتونه باعث بونلاس در این قسمت شوه که در بعضی حالات ممکن باقی بانه. خب عموما در اینجا یک تحقیقی که شده، در او زیادتر وقتا میگه تمام استاندرد ابرمنت هایی که است که ما استفاده میکنیم، در تمام کیس تمام کمپانی های امپلانت را با خود می داشته باشه، یعنی ابرمنت هایی که از قبل موجود است. در زمانی که شما رستوریشن سمنت رستوریشن را که استفاده میکنین، این قسمت هایی که سیاه بر شما در تصویر نشان میگه، این قسمت ها سمنت باقی میمانه، یعنی سمنت 100% باقی میمانه در این قسمت که باعث بونلاس در آینده ممکن شوه. در بیشتر کیس اگر شما با این تحقیق موافق نیستن، میتونین شما خودتان همه کار را انجام بدین، ببینین که باقی میمانه یا نمیمانه.
خب بهترین راهش چی است؟ شما از گرورتن کراونا استفاده کنین. اگر از گرورتن استفاده نمیتونین، شما ابتمنتای را بسازین، برای لابراتوار بگین که از ساحه چی بالا باشه، سب جنجیوال نباشه یا یعنی جنجیوال باشه، در قسمت که شما به درستی و ساحه را پاکده بتانین از سمن، بعدا بالاش کراون بسازین. یعنی شما لابراتوار را بگین که میتونه فعلا ساخته شود، قابل موجود است، مثلا بعضی لابراتوار هست که میشتازی کاری را میکنه براتون، که باز میتونین با ما در بتماشین برتون آدرسشون را بگین که یک اپارتمنت جداگانه را بر شما بسازه، او را بالای کراون پیش از اینکه شما نصب کنین او را نصب میکنین و بعدا بالایش او را سکرو میکنین، بعدا بالایش شما چی را میگذارین، رستوریشن فاینل را میگذارین و نصب میکنین که از موجودیت سمنت باقی مانده در اونجا شما چی میکنین، جلوگیری میکنین. خب این گزینه هایی بود، مشکلاتی بود که در بخش پارشل اندوتل اسپیشن ما مورد بس قرار دادیم. موضوع بعدی ما کامپلیت دنچر هاست به خاطر یا کامپلیت رستوریشن هاست که به خاطر مریضایی که دندان های خود به شکل کامل از دست داده ما مورد بس قرار میدیم. خب عموما مریضایی که به شکل کامل دندان های خود از دست داده برش دو گزینه پیشنهاد میشه. یکی گزینه آلان اکس است. آلان اکس گزینه هایی که به خاطر فول ماپ ریهابلیتیشن استفاده میشه. آلان اکس در آلان اکس کدام شامل است؟ آلان 4 که بیشتر مروج است و آلان 6 که برش میگه که یعنی 4 امپلنت یا 6 امپلنت استفاده میشه و آوردین چه رسی کد چی هستن؟ ای آلان اکس با بعضی حالات میتونیم که 5 امپلنت قرض کنیم، 7 امپلنت قرض کنیم، 8 امپلنت قرض کنیم. این نظر به کار است و ایره ما نمیتونیم که بگوییم که آلان 4 آلان 6 فقط در فول مافت همی 6 و 4 ما برای تمام مریضا پیشنهاد کنیم و همی کار کنیم. خب در بیشتر بعضی دکتر صاحبای بزرگ که بیشتر در بخش امپلنت تحقیقات کردن کارهایی را انجام داده، زیادتر وقتا میگه هر چی که امپلنت زیاد قرض کنین خوبتر است. خب مروج به این شکل است، آلان 4 آلان 6. آلان 6ش بیشتر ترجیح داده میشه، خودمان بیشتر ترجیح میتونم که آلان 6 استفاده شه و خوبتر است. آلان 4 هم از خود استدباب خود داره، در حالات استفاده میشه که گزینه های خاص خود داره که در کدام وقت ما میتونیم استفاده کنیم که باز بالایش مورد اورا مورد بس قرار میدیم، فعلا بالایش زیاد بس نمیکنیم. خب عموما آلان اکس گزینش است و آوردنچر است. خب در آلان 4 کدامش است؟ آلان 4 مثلا 4 امپلنت شما قرض میکنین، 2 امپلنت به شکل عمود و 2 امپلنت به شکل افقی که بالاش مکمل یک بریج را شما میسازین و رستوریشنتان تکمیل میشه و برای مریض یک سیتی مکمل از دندان ها را شما میدین. خب عموما در آلان 4 یک گپ مهمش براتون بگویم که بیشتر حالات باید دو امپلنتش به شکلی مایل باشه، یعنی نمیشه که همیشه هر چهارش شما سیده سیده قرض کنید که او باز مشکلات خود میده که باز بالایش بس میکنید. و آلان سکسش چی است؟ آلان سکس 6 امپلنت میکنه که دهی باز مشکل نداره که شما دو تا امپلنتش مایل نصب میکنین یا نمیکنین، 6 امپلنت قرض میشه و بعدا بالایش چی جور میشه؟ یک بریج ساخته میشه مکمل که بر از این گزینه هایش حالا مورد بس قرار میده. مثلا در این کیس ببینین ای در این 7 امپلنت ما قرض کردیم، 7 امپلنت قرض شده کیس ما بوده، 7 امپلنت در این قرض کردیم مثلا ساحت پر شده و بالایش کرام ساخته شده. خب ما شروع میکنیم در شروع بالای آوردنچر. آوردنچر ببینین به چه شکل استفاده میشه. شما زمانی که آوردنچر رو میسازین دو تا امپلنت نهایتش کمترینش دو تا امپلنت شما قرض میکنین، بعدا بالایش شما چی میکنین؟ مکمل یک دنچر شما میسازین. خب ای آوردنچر اگه به شکل مفصل مورد بس قرار بتیم به چی شکل است؟ آوردنچر نسبت به پروتیز های قبلی که مثلا در آلان
اکس آلان 6 آلان 4 استفاده میشه، تفاوتش چیست؟ ای از دنچر که مثلا ریمویبل کامپلیت دنچر که است از او استفاده میشه، یعنی اونمو دنچر است، فقط گیرش خود از انساج و ایمپلنت میگیره. مثلا میتونیم که 4 ایمپلنت قرض کنیم در ساحه قدمی. مریضایی هست که مثلا در قسمت خلفی استخوان کافی موجود نیست، ما 2 تا ایمپلنت یا 3 ایمپلنت یا 4 ایمپلنت در قسمت قدمی قرض میکنیم. زمانی که ایره قرض کردیم، بالایش بال ابتمنت ما نصب میکنیم. در لکچر قبلی ما خوانده میره بال ابتمنت بالایش نصب میکنیم که بعدن بالایش همو پروتز که است او را شما بالایش نصب میکنید. ای آور دنچر به چند تخنیک ساخته میشه؟ به 2 تخنیک، یکی بال رتینت آور دنچر است، یکی بار رتینت آور دنچر. کیت نمونه از بال رتینت آور دنچر است. شما چی نصب میکنید؟ بال رتینت ابتمنت، بال ابتمنت بالایش نصب میکنید. زمانی که بال ابتمنت شما نصب کردین چی میشه؟ ای عموما همو بال ابتمنت ها را که شما میخرین، یک رابر به این شکل میداشته باشه و یکی به این شکل کپ میداشته باشه. کیره شما چی کار میکنین؟ ای را که شما نصب کردین در قسمت دنچر، این قسمت شما با یک فریز، این قسمت داخلیش بیسش از هدف ماست. شما بیس هم میوردارین داخل بیسش که برداشتین، این قسمت مکمل در او پایین بره. ای را در او جا میگذارین که مکمل پایین رفت. بعدن شما این کلاگه که بالای از این نصب میکنین و این را بالای از این، او ساحه که مکمل باز خالی شده، شما اکریل را میگیرین، اکریل داخل از این میگذارین، این را بالایش فشار میدین، این ساحه مکمل در او بند میشه. شما که دوباره بردارین، این در داخل دنچر میره این دوتا و این قسمت باقی میمانه که میتونین شما دنچرش تبدیل کنین به آور دنچر. و اگر میخواین که مکمل خودش این کار لابراتوار برتان کنه، باز قالب شما میگیرین لابراتوار برتان این کار را انجام داده میتونه. خب او پروسه های لابراتواری شما میگذاریم، فقط ما بس میکنیم گزینه های انتخابی که به خاطر آورده به خاطر پروتز ایمپلنت ساخته میشه، ما بالایش بس میکنیم. بال رتینت یعنی از بال ابتمنت و استفاده میشه که باعث گیرش آور دنچر میشه. آور دنچر فقط ایمپلنت های نهایت کمترش 2 ایمپلنت، 3-4 ایمپلنت در ساحه خلفی دندان نداشته باشه ما استفاده میکنیم به خاطر گیرش دنچرش. خب بال رتینش چه قسم است؟ شما ایمپلنت را که نصب کردین، قالب از او میگیرین، روان میکنین به لابراتوار. لابراتوار از ابتمنت و یک بار را براتون میسازه به این شکل که این باره را که ساخت، بعدا در قسمت بیس دنچر به شکل کلیف های را می سازه و این کلیف هاست بسته ای که چیکنین مکمل گیرش پیدا میکنه بسته میشه. خب این نقصش چی است؟ این نقص از این است که در آینده ممکن این ساها لوس شد و باز دوباره پیش ساختن از این کمی مشکل میشه، پس به لابراتوار میبرن یا ایره براتون تبدیل میکنه دیگه براتون میسازه. و در این حالت هم به این شکل اینی کپایش ممکن به مرور زمانی لوس شد و سست شد و باز گیرش پا درست پیدا نمیکنه، پس شما میرین پیش داکتر دوباره براتون یک دیگه میتونه او را تبدیل میکنه دیگه باز میگیره که براتون دوجا نصب میکنه و ساخته میشه. و در بعض حالات ها ترکیب از هر دویش ممکن باشه که به این شکل هم یک بار می سازه که خوبتر است نسبت به نوع قبلیشان، هم بار براتون می سازه هم به شکل بال دی قسمت ها ابتمنت ها را مثل که ابتمنت است به این شکل برامدگی ها را مثل تا در قسمت که کپی که ساخته شده در او گیرش پیدا کنه، در این قسمت ها گیرش پیدا کنه که باعث گیرش شوه که هم بال بار ریتینید آور دنچر میتونه ساخته شوه که به این شکل میتونیم پروتیس های که کامپلیت دنچر هاست ما میتونیم از ایمپلنت هم برش گیرش ایجاد کنیم. خب از ریمویبل پروتز هایی که استفاده میشه که عموماً آوردن تیچر بود از این ما بگذاریم، یعنی ایمپلانت سپورتد ریمویبل پروتز که از این بخش که ما بگذاریم، باز فکسد پروتز یعنی ایمپلانت سپورتد فکسد پروتز هم آورده بس قرار میتیم، یعنی که ثابت است مریض نمیتونه اون را بکشه. او گزینه هایی بود که میتونست مریض او را دور کنه، دوباره پس دهن خود بگذاره، از
مشکل برش نبود که یعنی به مو شکل باقی بانه. خب میتونه صورت خودش پاکاری کنه، خودش دور کنه. خب اگر در بعض حالت ما نمیخوایم که مریض پروتز خود دور کنه، یا مریض خودش نمیخواه، یعنی یک چیز را جور میکنیم که مثل دندانای خودشان واره باشه، در اوجه باز ما دو گزینه داریم، یا سکرو سمنت سرامیک پروتزیس است. ما سرامیک پروتزیس را چرا میگیم؟ که باز بالای از این اگه ما بس کنیم سرامیک و میتال پروتزیس، اگه ما بالایش بس کنیم، هر میتالی که در استفاده میشه، پروتزی که میتال باشم از خود انظار خود داره، زیادتر وقتا فعلا سرامیک ترجیح میده که از سرامیک شما بسازید. خب با این مبحث جداست که امروز بالایش بس نمیشه. ما میگیم سکرو سمنتد سرامیک پروتزیس و سکرو سمنتد هایبرید پروتزیس. این سرامیک میتونه که متال سرامیک هم باشه، که متال هم امروش جا بجا کنیم. خب ما سرامیک از این خاطر گذاشتیم، فعلا زیادتر به سرامیک ترجیح داده میشه. خب این به چی شکل است؟ سکرو سمنتد سرامیک پروتزیس به چی شکل است؟ ابتمنت ها را شما در دهن مریض نصب میکنین. چند ایمپلانت نصب شده؟ 9 دانه ایمپلانت نصب شده. شما ایره که نصب کردین، به چی تعداد که ایمپلانت زیاد باشه خوب تر است. ایمپلانت شما نصب کردین، ابتمنت ها را شما ترم کردین، ایره یک اندازه ایش را قطع کردین، منظم ساخته. بعدا بالای شما چی کردین؟ پروتز سرامیک را نصب کردین. این چی شد؟ سمنتد سرامیک پروتز شد. درست است؟ مشکلاتش قبلا بیان کردیم که چی مشکلات میتونه داشته باشه. خب و سکرو ریتینت سرامیک پروتزش به چی شکل است؟ یا میتونه متال پروتزش باشه؟ ببینین در این قسمت ها مثلا ایمپلانت نصب شده، مثلا در این قسمت نصب شده، در این قسمت نصب شده، در این قسمت نصب شده، در این قسمت و در این قسمت. خب دیجا شما وقتی که با سکروی را شما نصب میکنین، این سکرو ریتینید است. در قسمتی را شما میگذارین، توسط سکروی را تایت میکنین و اصلاحی که باقی مانده، خالی مانده، این را با کامپوزیت شما چی میکنین؟ بار میکنین. فواید و نقصش شما قبلا در چی که بس کردیم، اما نواقص فایده خود داره، ممکنی لوس شوه، دوباره شما این را تایت کنین و نسبت به سیمنت ریتینید به هزارها مرتبه خوب تر است. و گزینه مهمترش که بیشتر فعلا استفاده میشه به نام سکرو سمنتد هایبرید پروتز یاد میشه، که زیادتر وقتا سکرو هایبرید پروتز است یا هایبرید پروتز برش نام میبره. این چی نوع پروتز است؟ خب ببینین به این شکل شما چی نکنین که از اکریل براتون بسازه، شما بگین ما هایبرید پروتز ساختیم، فرق میکنن با این. ببینین این دو تا بسیار تفاوت داره. خب هایبرید پروتز کدام نوع پروتز است؟ ما عموما میشه که به شکل سکرو و یا سمنت استفاده شوه. خب زیادتر وقتا سکرو هایبرید پروتز است، یعنی زیادتر وقتا سکرو است. خب با سکرو تایت میشه. خب چی به چی شکل از زمانی که شما ایمپلانت را شما غرس کردین، این ایمپلانت هایی را که شما غرس کردین، ابتمنت هایش بالای ابتمنت هایش به شکل یک بار از تیتانیم ساخته میشه. مثلا در این تصویر شما ببینین هایبرید پروتز بس میکنیم، این ابتمنت ها مکمل توسط یک میله تیتانیم مکملی با هم چی میشه؟ وصل میشه. این که وصل شد، بعدا از اکریل بالای از این اکریل اضافه میکنه. زمانی که اکریل اضافه کرد، بعدا باز بالایش دندان میسازه که به دو شکل میتونه باشه. زمانی که این بار را ساخته شد، یعنی باری که بالای پروتز ها نصب میشه، یه نیست که ما در کلینیک خودی را وصل کرده بودیم، این را در لابراتوار میسازه. این باری که ساخته شد، بعدا بالای بار چی اضافه میشه؟
اکریل اضافه میشه. اکریل که اضافه شد به مو شکل این زیادتر وقت در ماشین های کتکم بسیار به شکل خوبترش میتونه بسازه. این که ساخته شد اکریل بالایش اضافه کرد، بعدا شما میتونید که دندان ها را جدا جدا برش شما در کتکم دیزاین کنین، بالایش نصب کنین، در مساحه براتون جای ایجاد کنه، یا مکمل در یک زمان شما هم دندان بر بالایش بسازین هم اکریل. اکریل از این متفاوت است نسبت به اکریل هایی که ما به این شکل کیسا استفاده میکنیم که از به شکل موقت استفاده میشه، یا فرق داره نسبت به این که ما میسازیم اکریلشان. خب در ماشین کتکم میگذاریم، منظم مکمل دندان ها رو برای ما میسازه، بعدا میاریمش در دهن مریض نصب میکنیم. و یا میتونیم که این قسمت برای ما ساخت، یعنی اکریل و باری که از تیتانیوم ساخته شده، در دهن مریض ای را جدا نصب میکنیم و این قسمت ها تا ساخت، یعنی پریپریشن شدگی، ما میتونیم دندان های کتکم جدا جدا بالایش دیزاین کنیم و ای را بالایش نصب کنیم. اگر احیانا مشکل و وجود آمد، ما هر دندان را جدا برش دیگه دندان را برش بسازیم. خب فایده از چی است؟ بسیار خوب گیرش پالش، پالشش بسیار خوبتر پالش میشه، بسیار یک از نظر زیبایی قابل قبول است، مقاومتش بیشتر است، بسیار زیبایی از نظر زیبایی بسیار پایز اهمیت است و عموما از بخاطر از اینکه مقاومت بیشتر داشته باشه باید به میله تیتانیوم، میله فلزی داخل خود داشته باشه. خب در بعضی حالت ها بعضی دکتر صاحب باز مکمل از اکریل ایره می سازه، بلاک هایی می آید که از اکریل مکمل ایره می سازه که باز شکنن می باشه، ممکن باعث شکستگی شود. فایده دیگه ای است که نسبت به زرکونیوم که مکمل از زرکونیوم اگه ساخته شود او بسیار گرنگ سنگین است که باز سنگینش نسبت به او کمتر است و از میتال سرامیک هم فایدهش از نظر زیبایی بسیار حائز زیباییش حائز اهمیت است، بسیار زیبایی خوبتری را میتونه و از نظر سنگینیش نسبت به سنگینیش کمتر است، یعنی بسیار مقبول و قابل قبول است که ما ایره برای مریضای خود بسازیم. خب از نظر چی اگه ببینیم، از نظر اقتصادی قیمت‌تر تمام میشه که اگه ما از مریض پیش از پیش که برش این کار را کنیم اگه امرش بس شود خیلی خوبتر میشه. خب یه لکچری بود که امروز ما بالایش بس کردیم که انشالله سودمند تمام شده باشه. اگر سوال، مشکل، پیشنهادی که راجع به این مبحث داشته باشین میتونیم در بخش کومنت و در بخش که گروپ داریم شما در جریان بگذارین، انشالله برشون جواب میدیم. تا دیدار بعد، تا لکچری بعدی، همه ایتانو به علای فاک میسپاریم. اوقات خوشی داشته باشین، وقتتان خوش.